دا کارونی زلونډن کوو السلام علیکم یالو خبروان ته خراج واس اوسنی خبرونمو د مشران جګی ورسوي څرګندون ته ځنګل شویده دا مشران جګی غړو ویل دي امریکا خپلو ژمنو ته متحده پاتنيشه واغسي چې په امنیتی سند کې راورل دی هغه پلن کړی دوی به هغه د باور راي چې امنیتی تس... سند تسویق کړي هغه به بیرته واخلي د مشرانجرګي د غړو په وینا امریکا ملزمه ده چې پافونستان کې امنیت راولي د مشرانجرګي غړي د 13 ورځې پومغورنه چې همدار زیاتونه کړي ده چې حنیف اتمار څرګندونه غیر قانوني دی امریکا باید په پافونستان کې امنیت راولي دا چې ترکومبریدا مشرانجرګي کول شي تسویق شوی حکم وکړي کو نه ویرته راځکړي او داسې آیا امریکا با واقعیا په افغانستان کې امنیت راولي آیا د امنیتی سند مواد به په ټولي ځتو غوښوم چې ونیول شي همدا موضوع باندې خپل 93 م د مشتانجرګي لغړی خغلی مولوی محمود درجور سروسيړو پولیسو خوشامدیم خوشبخت دیروز در مجلس یومي مشتانجرګي مطرح شوه چې اگر امریکا به درقبال تعهدات خود متحد نه بواسط سنده که از طرف مشران جلو که تصویب شده یعنی رای منفی دوباره با, با, او خواهد داده شد یعنی از تصویب پس گرفته میشه موضوع چی گونه است؟ های واقعا صلاحیت قانونی شما دارین؟ صلاحیت قانونی چی از دی بخش که مواردی که یا قوانینی که یا اسنادی که از طرف شما تصویب میشه دوباره حق سلب تصویب از دارین؟ بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما همکارای تکنیکی تان و همه بیننده های عزیز تلویزیونی کابل نیوز خب موضوع همی بود با اندک تفاوت در جلسه عمومی مشران جرگه روزی یک شنبه اظهارات مشاوری امنیتی ریاستی جمهوری آقای اتمر به بحث گرفته شد و ظاهرا بعضی دوستان انتقاد داشتن اوی بود که اونا گفته بودن نباید از قرارداد امنیتی ما توقع امنیت داشته باشیم خب از نامش پیداست قرارداد امنیتی است و در محتوا هم در بالای مسائل امنیتی بحث صورت گرفته فراتر از مسائل امنیتی در مسائل دفاعی وقتی که مرزهای افغانستان مورد تجاوز از طرف هر همسایه قرار بگیره خب امریکا در اونجا در کنار دولت افغانستان و مردم افغانستان از افغانستان دفاع میکنه و همکاری دیگه جهان از جمله ناتو را امریکا جلب میکنه و خود ناتو در قرارداد جداگانه هم این وعده را کرده پس گفتن ازی از طرف یک مقام کلان امنیتی ما که مشاور امنیتی رئیس جمهور باشه و خودش هم آدمی ساده نیست و آدمی عادی نیست بنان ای برای مردم افغانستان قابل نگرانی بود بلکه برعکس باید تقاضای هم مشاوری ریاست جمهوری هم خودی ریاست جمهوری هم رئیس اجراییشان معاونی نشان و بالاخره مقام های امنیتی همه مردم افغانستان به نمایندگی از مردم افغانستان شورای ملی افغانستان از آمریکایی باشه که تو در راستای تامین امنیت در راستای تجهیز و تمویل و آموزش قواهای امنیتی افغانستان با مردم افغانستان کمک بکنی و باید بکنی هرچند متاسفانه متاسفانه که در قرارداد هیچ یک موارد الزام تا جایی که من بیاد دارم خواه هیچ یک موارد الزام نمیده میخواستم با مشاره که در وجه که موارد الزام وجود نداره تو میشه ما توقع داشته باشیم که نه در بخش تامین امنیت افغانستان و ما کمک خواهد کرد خب هم ای از یاد ما نره و هم اصل سوالتون که آیا ما ای را داریم و موضوع چی شکل مطرح شده ای را هم باید مطرح بکنیم که بفهمم مردم افغانستان خب اول امی سوالتان که الزامی وجود نداره یعنی در واقع وقتی که الزامی وجود نداشت باید رئیس جمهوری ما تا وقتی که الزامی بالای امریکا نمی بود بالا ناتو نمی بود باید قرار داده امزا نمی کرد. در حالی که در جانب افغانستان الزامات هست یعنی, یعنی پیمان یک طرف میتونیم بگیم میره پیمان یک طرف گفته میتونیم بگیم خاطر یزی که مثلا وقتی میگه تکس نمیگیره خب نمیگیره دیگه افغانستان نمیتونه هم که بگیره هم. وقتی میگه که معاف از پاسپورت و ویزه هست حتما معاف میباشه دیگه و وقتی میگه که فلان فلان جا در اختیار از گذاشته میشه گذاشته میشه این کارا رو هیچ افغانستان نکرده نمیتونه اما در جانب امریکا همی الفاظ و واژه ها و ادبیات قرارداد به طوری هست. بوده به بوده که الزام نیست مثلا وقتی که از مرزهای افغانستان تجاوزی صورت میگیره امریکا با مشوره با کشورهای دیگه راه های مختلفی را به مشوره, مشوره میکنه به بررسی میکنه به بررسی میگیره از جمله مثلا مذاکره را صلح دیگه دیگه و دفاع نظامی را به مشوره میگیره فکر بکنید این تمام موارد حتی کمک اقتصادی را که گفته میشه داده میشه ایران تقریبا تقریب ای الزام ای نیست بازی با کلمات شده در این پیمان بازی با کلمات شده, با کلمات شده و یک چیزی که رئیس جمهور خوب مرجع اول بوده که او را امضا کرده و مرجع دوم شورای ملی بوده شورای ملی. که بعد متسبن. از تصویب از اینا باید به با توشیر جمهور برسه که شب گذشته به توشیر جمهور هم هر دو پیمان هم پیمان موافقت امنیتی با آمریکا و هم موافقت امنیتی با ناتو به توشیر رسید من. حالا چی فکر میکنید این موافقت که به توشه رسیده و آمریکا در قبال تعهدات خود عمل نکند آیا مشران جرگه صلاحیت داره که دوباره سر به صلاحیت کنه پیمانو و از تصویب آن دوباره بازبینی کرده در تصویب ای تو نیست که چیزی را که ما چیزی را که ما رای دادیم و او را پس بگیریم و رای معنای گپ در مشران جیرگه پیشنهادی هم که وجود داشت ای بود که در صورتی که امریک امریکا در واقع در راستای تأمین امنیت آوردن امنیت یکی از چیزها ما تاکید میکنیم که امنیت باید بیاید ایست که اصلا خود یک برداشت میست یک طرز فکر و یک تحلیلی سیاست مدارا و کارفهم همیست که ناامنی هایی که در افغانستان شدت گرفته اگر صد فیصد از طرف امریکا نیست یک بخش کلان نظر امریکا دست دارد امریکا و همه رقم انگلیس در نامی های کشور اخیر نیست در در مثال های متمادی اینا دست دارن این یک برداشت است البته که من نظر من نیست یعنی یک نظر است که اینا در واقع هم طالب خود ای ساختن و در واقع اگر اینا جلوی ای را بگیرن میتونن از توانش هست و از جمله یک تمویلگری کلانی گروه طالبا که گفته میشه پاکستان باشه اگر اینا واقعا جدی استاد شد و امریکا ناتو جهان فکر نمیکنن که پاکستان از موضوع سر باز خب این یک موضوع ما این ای رو گفتیم که در صورتی که اگر اینا واقعیت به این مفادات ای عمل از این قرارداد عمل نمیکنن از همه حالی خود بیغم کردن از طرفی بودن خود در اینجا تضمین کردن و از طرف دیگه ضرور هم نیست که تا به حالی اگر یک, 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 یک،, یک،, یک، تملق ظاهری میکرد از این بعد و تملق هم باید نکنن <applause> که کارشان تمام شد امضای امزا... امضای مردم افغانستان گرفتن نماینده افغانستان و رئیس جمهور افغانستان این برداشت باید نباشه چرا هنوز مینیم مردم مردم افغانستان است رئیس جمهور رئیس جمهوری افغانستان است و این شورای افغانستان است شورا به این دلیل که امریکا در واقع در مفادات توافقنامه عمل نکرده به این اعتراض میشه که پیشنهاد بکنه و البته در اونجا گفته شده که در صورتی که پیشنهادسون به کی باشه البته به طرف مقابل باشه که ما یعنی به اطلاع از اون میرسانیم این پیشنهاد منظور مزار... اماری که ایج طرف ها واضح است طرف ام. مقابل طرف مقابل وقت صحبت میکنه یا در لغو موافقتنامه امنیتی یا در موافقتنامه استراتژیک با امریکا امضا شده در از حکومت افغانستان یادواری شده شما یا در مجموع شورای ملی مشمول حکومت افغانستان نیست بلکه یک بخش از دولت افغانستان است در این پیشنهاد شما آیا جای را خواهد گرفت خب باید بگیره ما به عنوان نمانده این های مردم افغانستان خواستی مردم افغانستان رو میکنیم وقتی که ما میگیم که در فلان فلان مواد مفاداتی از قرارداد امریکا عمل نکرده به تعهد خود پابند نبوده بناهن ما نمیخواییم که اه، اه، جریانی همی قرارداد ادامه داشته باشه بلکه ما قطع میکنیم و در خود قرارداد هم یاد شده که هر طرف اگر خواهان لغوی از قرارداد طرف باشه حکومت ها طرف حکومت این است طرف این اونجا دو حکومت است که حکومت افغانستان و حکومت امریکا باشه در روز کانگریس آمریکا دست داشت داشت باشه می توانیم هم سنا آمریکا دقیق گفتیم دقیق گفتیم چیزی که در مشروع نجیرگا پیش نیاد شد ای بود که حکومت افغانستان اینمی رو باید قطع بکنه در صورتی که به مفادات چیز نمی کنم مانشه. آمدیم دست مطلب که آیا شورای ملی میتونه که تصویبی خود پس بگیره یقینا میتونه تصویبش پس بگیره و مقتضای قانون و در عین حال میرخم که شما اشاره کردین حکمت افغانستان ما پیشنهاد کردیم برش که شما تقاضای لغو وزیره در صورتی که اگر اینا ادامه میتابی عدم تعهد خود ادامه میتابه عدم عمل کردن به مفادات قرار داد شما لغو زیر پیشنهاد بکنید البته در خود یه قراردادی که ما خواندیم در اون قرارداد ایست که هر طرف اگر تقاضای لغو می کرده باشه دو سال قبل طرف مقابل را در جریان قرار بده حکومت است که امکان داره پیشنهاد شما صرف حکومت پذیرفته یعنی ما... یا پذیرفته نشوه این تانوز آن هم معلوم نیست با توجه به اینکه گفت های وجود داره که طالبان از حمایت آمریکا برخوردار هستند و حمایت آمریکا را با خود دارن. در نامنی های اخیر کشور آمریکا دست داره با توجه که و شما هم آگاه هستیم چرا این پیمان تصویب شد از طرف مجلسین متاسفانه از طرف مجلسان پیمان تصویب شد اگر شما فرض بکنین که همه یمی باورها که امریکا در ناامنی های افغانستان امریکا در جو ناامن سازی و تبلیغات ناامنی و در طالب سازی در ترورست سازی اگر دست داره ای را فکر بکنین که نداره فرض بکنین که نداره باز هم خودی موافقت نامه که هیچ جنبه الزامی برای امریکا و ناتو نداره <applause> این میجه باید غور میکرد شورای ملی باید این را تصویب نمیکرد که متاسفانه تصویب کردن و البته در اونجا ما از, از, از حالات و جریانی که در مشران جرگه صورت گرفت میگویم در مشران جرگه ما حدود 15-16 نفر مخالفت کردیم که ما شخصا و, و, یک نفر سناتور سویب دیگه به رسم اعتراض اعلان کردن که اگر اینمی پیشنهاد قبول نشه ما به رسم اعتراض مجلس ترک میکنیم که کار و چند چند آدم دیگه بدون یزی که پیشنهاد بکنن مجلس ترک کردن و صرف از مخالفین اف نفر در اونجا باقی موندن که کارتشان سرخ بود موضوع سر افراد نیست درست است, درست است که 15 نفر اردو قطعا نیست آه. ما چیز ما... نمیگیم یعنی ما... چیزی که شده سره... در مشران جرگه بله. تصویب شده تصویب شده شورای بینون یک اتاق قبلا بله. وجود داشته بله فرمودید شما کاملا درست است می فکر خواست قبل وجود داشته که نامنی ها هست با امضای پیمان با امضای موافقت نامه نامنی ها شدت هم گرفت چرا توجه نکردن نماینده مردم دلیلی وجود داره به عدم توجه اینا ای 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 شما با این ای جواب ای باید کسایی بگه که کمپین نکردن به نفع که باید پیمان با امضا شود ما ما که مخالف ازی بودیم با عنوان عضو مشران جرگه برداشت شما خب برداشتشانی بود برداشتشان خیلی واضح میگفتن حتی در اونجا بر علی مجاهدین حرف زده شد گفت همه ناامنی ها از ناجور آمدی بعد از شکست قوای روس و حکومت دست نشانده روس اینا جور نامدن و بالاخره ما به با این سرنوشت گرفتار شدیم وضعیت ما شکل است که ها بالای ما رحم نداره از پاکستان نگران هستیم از ایران نگران هستیم از دیگه همسایه‌های خود نگران هستیم بنا ما با امریکا قرارداد میبندیم و هر کشور اسلامی دیگه هم قرارداد را بسته و پاکستان هم قرارداد داره و ایران اگر با امریکا نداره مثلا با کشورهای شرق مثل روس و اینجاها داره چین و اینا بینان هیچ کدام مانی شرعی نیست يعني... قرار دادم میداشته باشیم از طرف نیروهای امنیتی ما تجهیز میشه و از طرف هم بودیه های عادی و انکشافی ما تمویل میشه از طرف امریکا و هم پیمان های امریکا که ناتو باشه و تقریبا ندود چیل کشور میشه و از طرف هم توقعشان ای بود وعدهایشان هم ای بود خودی مشاوری ریاست جمهوری آقای اتمر آقای, صورت آقای اتمر بله آقای اتمر در روز آمدن صحبت کردن یک حدود در پانزده دقیقه صحبت های مقدماتی داشتن در ارتباط به قرارداد امنیتی توضیحات دادن و در اونجا هرگیز نگفتن که در اینجا ما توقع امنیت نداشته باشیم بلکه گفتن که ما توقع داریم که اگر ما امضا نکنیم ای ای حرف هم گفتن اگر امضا نکنیم 5000 سال این ملت گزاره کرده از این بعد هم گزاره میکنه اختیار به دست شما نمانده های ملت است اگر امضا بکنیم فایده ایش است که ما از نگاه نیروهای امنیتی ما تمیل و تجهیز و تعلیم میشوند و بودیجه انکشافی و عادی ما تمویل میشه از طرف از اینا و امنیت در افغانستان بهبود میافه و یعنی امریکا در کناری افغانستان می باشه و ناتو در کنار افغانستان می باشه یک سال داشته باشم امریکا و ناتو در طول 13 سال گذشته در افغانستان بودند تا جای در بخش آموزش نیروهای افغان کمک کرده اما در بخش تجهیز با مشکلات مواجه هستیم در پیمان در موافقتنامه همکارهای های که با امریکا امضا شده در روز آمده اگر افغانستان مورد تجاوزی کدام کشور قرار میگیرد. آمریکا در پالوی افغانستان می و از افغانستان دفاع میکند این موضوع در روز ذکر شده اما ما در پیمان استراتژیک در وجه شده که با حمایت از افغانستان کاملا نوجه واضح است در پیمان امریکا در ایجام آوری شده ما وقتی که پاکستان بالای کنر حملات راکیتی میکردیم که اینا حتی منکر شده این کار بعد از این توقع توقع ما بجا خواهد بود که ما داشته باشیم که آمریکا با ما کمک نیروهای ما رو تجهیز میکنن در کمک میکنه متاسفانه یا متاسفانه چیزی, چیزی را که میبینیم تشکر چیزی را که میبینیم ایست که وضعیت امنیت در افغانستان با وخامت گرایی در است و فکر میکنم متاسفانه با, با, با علا رغم همه امیدواری که داشتیم نت مذاکرات صلح به نتیجه برسه و امنیت در افغانستان بهتر و خوبتر شود. علا رغم از امنیت با وخامت گرایی در است و فکر میکنم این وضعیت ادامه پیدا ادام میکنه و امریکا هم هیچ کاری نخواهد کرد آمدیم در ارتباط به کمک های اقتصادی معلوم دار کمک های اقتصادی را تا اندازه می کنند البته یک سال دو سال یا حد چند سالی که هست یک اندازه کمک های اقتصادی و مردم افغانستان می کنه به شکلی که به اصطلاح مقوط لایمود باشه و بخور و نمیر یعنی کاری را نخواهد آمریکا در افغانستان انجام داد که در زیربینای افغانستان توجه صورت بگیره خصوصا در زیربنای اقتصادی و در زیربنای امنیتی توجه بکنن چیزهایی رو بسازن که بعد از اینکه امریکا از افغانستان برا باز با توجه به داشتن اونمو چیزها افغانستان بعد سری پای خود از نگاه اقتصاد استاد شد این کار هرگز نمی کنه. و تجهیزی 13 ساله نیروهای امنیتی دانم همیست که ما کاملا قوای هوایی نداریم سلایس سقل قطعا نداریم فقط در بخش آموزش و تربیه یکم اینم یک چند تا که گفته بعضی دوستان اون سلاح پلاستیکی هست اون منام تقریبا یک سال دو سال سه سال تاریخ داره و تاریخش هم تیر میشه خب از این بیشتر چیزی دیگه این نیست و از ما بیجا خواهد بود اگر ما بگیم که قطعا بیجا است است متاسفانه اگر توکل با خدا میکردیم اگر توکل با خدا میکردیم و برای طالب و هر مخالف سیاسی دیگه در افغانستان میفهماندیم که کار درست است یا نادرست با قاطعیت استاد می شودیم. اگر به صلح می آمدن آغوش خود را باز می کردیم می گفتیم که خوش آمدی بیا من حیث یک افغان اگر مسائل دینی داشت در قدم اول حکمت ما در افغانستان مسائل دینی را احکام شرعی را احکام قرآن را حاکم می کرد هیچ گونه چیزی نبود ولی حالی که ما امریکا را ده سال دیگه بودنش در افغانستان امضا کردیم قبول کردیم معنایش است که بهانه کلان را به دستی هایی دادیم که اونا میخواد در افغانستان جنگ شوال یک موضوع دیگه موضوع صلح هست خواهش یا خواست اصلی نیروهای مخالف حکومت یا دولت افغانستان اگر طالب است یا هم حزب اسلامی عدم حضور نیروهای خارجی در افغانستان است با امضای پیمان و با توشیه موافقت امنیتی ما حضور از اونا را در افغانستان پذیرفتیم حد اقل برای ده سال حالا آیا امکان صلح وجود خواهد داشت؟ متاسفانه امکان وجود داره اما آمدن عملی صلح دیگه هم ضعیفتر کردی موضوع که همی رقمی که شما فرمادین دقیق گفتین این بیشتر چیز کرد ما از طرف دیگه میبینیم که اصلا فکر میکنه مخالفین سیاسی افغانستان یا 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 ناراضی ها میگوین یا مخالفین مسلم میگوین اینها حاضر نیستن که در واقع صلح بکنن یعنی به هیچ ش... به در... شرطی حاضر نیستن در... چرا در خودشان بهانه هستن بله. ما, ما اینطور معلوم میشه برای از اینکه ای 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 وقتی که گفته میشه مثلا ما وقتی با حکومت افغانستان صحبت میکنیم که خارجی ها نباشن مهم. خارجی ها برای از طرفی هم میبینیم که خودشان با خارجی ها مستقیما صحبت میکنن نباید هم روی خارجی ها صحبت بکنن خب اونم دلیل داره وقتی که مستقیما با خارجی ها صحبت میکنن میگن که صاحب اصلی کشور با باور از اونها خارجی ها هستن و اونا هستن که صلاحیت دار هستن باور ما که باور ما متاسفانه باور که. دلیل از است اگر هم خارجی ها برای حالی که حالی که 10 سال بوده نزینا را ده اینجا ما قبول کردیم اگر اینها برای هم متاسفانه قبول کردیم متاسفانه اگر اینها برای هم بازم برداشت ما است که مثل که قبل از آمدن خارجی ها در افغانستان جنگ ادامه داشت و می طالب بود و می جانب مقابلش و در صورت نبودن از اینا که حالی هم اینا برای باز هم جنگ ادامه داره اما بس... این موافقتنامه های امنیتی بهانه بده سازونا آیا داده است یا نه این فقط قطعن... بهانه بود قطعا بهانه داده قطعا بهانه داده بهانه کلان داده شده که شما ده سال دیگه چیز کردین حالی اگر از ما تقاضا بکنه یکی از شرایط را این گذاشته شود که خارجی ها باید برای ما هرگز کار کردن نمیتونیم یک موضوع دیگه که در بخش کمک های اقتصادی در موافقتنامه امنیتی با آمریکا و ناتو تا جای مشخص نیست. اونجا مشخص نشده که چه قدر پول به افغانستان کمک خواهد کرد سارا نه اون او پولی که اونا کمک میکنه باید به با کانگریس بره که کانگریس او پول را تصویب کرد درست اگر تصویب نکرد بازم به افغانستان کمک صورت نمیگیره یعنی الزامیت دیگه وجود نداره نداره قطعا نداره که ما پیشتر هم گفتیم به حضور شما گفتین که الزامیت در هیچ بخش وجود نداره در بخش کمک های هم اما کانگریس که خب وقتی تایید میکنه نمیکنه اگر خواسته باشن کمک بکنه میکنه دیگه غالبا غالبا وقت میکنه وقتی که الزامیت وجود نداشته باشه چطور میتونیم امیدوار باشیم و بگوییم که از طرف از اینو کمک صورت خواهد گرفت امریکا منافع خود را داره در افغانستان منافع نظامی خود را داره هم منافع اقتصادی خود را هم داره تا که امریکا در این جهاز کوشش میکنه از از منابع زیرزمینی و شما بیشتر معادن شما بهره کلان بگیره یک بر چندی کمک های اقتصادی رو که انجام میده مساریفی رو که نیروهایشان در جمع میکنه و او مساریف از خود شما بگیره با او خاطر به خاطری بودنش کمک میکنه مردم دار کمک میکنه اما کمک نمیکنه که ما در زیر های خود مصرف بکنیم کمک میکنه که از طرفی امیدوارم که یک پختگی خاصی خود را با تجربه چند ساله ای که دولت مرد افغانستان دارن از خود نشان بتن که اینا کوشش بکنه که از بودن از اینا استفاده بکنه خیلی از کشورها از بودن اینمی طور بر قدرت و غول های نظامی و اقتصادی جهان استفاده کردن چند وقتی که اینا بودن در سایه از اینا چیزهای خود جور کردن اما ما در 13 سال هیچ زیربنای بینایی ساخته نتانستیم. و اگر 5 سال و 10 سال دیگه هم به این شکل باشه باز هر وقتی که اینا در اوائل برادن... داخلی ما حداقل برای معاش کارمندای دولت هم کفایه نمیکنه به عنوان سوال آخر میخوایم یک بار دیگر تکرار کنم سوال اولی خوده که آیا شما خصوصا مشران جو که در مجموع شورای ملی و در خصوص مشران جو که صلاحیت ایره دارین که پیمان ها یا موافقت های تصویب شده را دوباره بازگردانند بر با و برای رای اعتمادی که به دادین او رو بگیرین صلاحیت به دست مردم افغانستان است اگر ما خواستیم صلاحات زیر داریم که لغو زوره تقاضا بکنیم و هر قانون اگر قانونی ساخته میشه ما صلاحیت داریم تعدیلش پیشنهاد بکنیم اگر قراردادی هست صلاحیت داریم لغوش پیشنهاد بکنیم و حکومت افغانستان به عنوان نماینده مردم افغانستان شورای ملی افغانستان به نماینده به عنوان نماینده مردم افغانستان وقتی چیزی را میبینن که به خیر مردم افغانستان نیست اینا حق دارن و صلاحیت داره که اینا پیش نیاد و پیشنهاد, ای پیشنهاد شما اگر فرض کنیم که آمریکا با توافقات خود عمل نخواهد کرد و قرار گفته های شما که گفتین عمل نمی کند چقدر وقت گذاشته خواهد شد به پیشنهاد شورای ملی توقع ما ایست که عدیقل هر کس که اعضای دولت حساب میشه چی حکمت است سی قوه اینا خود را ملزم به آوردن منافی ملی افغانستان بدانه چیزی که به منافی ملی افغانستان نبوده هر وقت که باشه از او چیز جلوگیری بکنه و اگر پیشنهادی در این راستا از آدرس شورای ملی و حکمت صورت میگیره که از صلاحیت های حکومت باشه حکمت باید قبول بکنه حکمت هم نماینده مردم افغانستان است تمثیل قدرت مردم افغانستان را حکمت بکنه حکومت دموکراسی است کدام حکومتی کودتایی استبدالی نیست یعنی توقعی شما هست که وقت گذاشته باید گذاشته شود. و اگه گذاشته نشد مردم یا خانستان خودش میشه شد تشکر بسیار زیاد مالی سیب بخیر و خیر بخیر بیندگان عزیز از شما هم بسیار تشکر تا این دنبال ما بودین تا دیواره باید خدا نگهدار